معترضان نمادهای جمهوری اسلامی را در این شهر به آتش کشیدند. خدای برای جمال این نوهای خوب من درست کردم برای جشنواره جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم کار میکنه یا نه. کیان پیرفلک، خوش زبان و با استعداد، 9 ساله، متولد 21 خرداد 1392. خودروی حامل او و خانواده اش در 25 آبان 1401 در خیابان حافظ جنوبی شهر ایزه مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به غیر از کیان، 6 نفر دیگر هم در حوادث 25 آبان شهر ایزه جان باختند و 8 نفر از جمله پدر کیان مجروح شدند. کیان پیرفلک فقط 10 سال داشت که قربانی شلیک ماموران لباس شخصی شد. کیان پیرفلک، دانش آموز سوم ابتدایی که دیشب در ایزه جانش را از دست داد. منبع نزدیک به خانواده به بی بی سی گفته که تیر از قفسه سینه رد شده و به ریه‌اش اصابت کرده. ماموران حکومت کیان پیرفلک و خانواده‌اش رو به رگبار بستن. پیام کشته شدن این کودک به حکومت رسید. برای روشن شدن موضوع نیاز است در مورد شهر ایزه و حوادث منتهی به واقعه خونین 24 آبان مطالعه شود. شهرستان ایزه در منطقه کوهستانی با جمعیتی بالغ بر 200,000 نفر در شمال شرقی استان خوزستان واقع شده است. از لحاظ اجتماعی بافت طایفه‌ای دارد، از قوم شریف بختیاری. اهالی ایزه در دوران دفاع مقدس بیش از 300 شهید و چند هزار جانباز و آزاده تقدیم کشور کردند. علی‌رغم فراخوان‌های متعددی که در مهر و آبان 1401 در فضای رسانه‌ای اعلام می‌شد، در شهر ایزه خبری از آشوب و درگیری جدی نبود. برای 24، 25 و 26 آبان از مردم خواسته شده به اعتراض تا سرنگونی بپیوندند. تا اینکه بعد از حدود 2 ماه، همزمان با فراخوان‌های سراسری برای روزهای 24، 25 و 26 آبان، یکی از صفحات فعال فضای مجازی این روزهای ایزه ضمن اعلام فراخوان نسبت به تهدید مردم و بازاری‌ها اقدام کرده و به افراد مسلح آماده باش می‌دهد. در شب 24 آبان در نقاط مختلف شهر تجمعاتی صورت می‌گیرد. عبور و مرور مختل شده و برخی نقاط شهر به آتش کشیده می‌شود. در بین جمعیت افراد مسلحی هم حضور دارند. دوربین‌های نظارتی مزاحم اقدامات بعدی این افراد هستند. پس با سنگ و گلوله مورد هدف قرار می‌گیرند.
شواهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که در 25 آبان نقاط مختلفی از خیابان‌های شهر ایزه درگیر آشوب و تخریب بوده است. ساختمان کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، حوزه علمیه شهر ایزه، برخی مغازه‌ها، داروخانه‌ها و برخی اماکن خصوصی و دولتی دیگر مورد تعرض قرار گرفتند. از بین تمام وقایع، مجروحان و کشته شدگان آن شب تلخ در نقاط مختلف شهر ایزه، بر روی حوادث پیرامون چهارراه هلال احمر، میدان شهدا، خیابان حافظ جنوبی، خیابان شهید عبدالمجید کیانی و بلوار مدرس تمرکز می‌کنیم. در کنار روایت مادر کیان در مراسم تشییع فرزندش، روایت دیگری هم وجود دارد. ما در تاریخ 25 در شهرستان ایزه حضور پیدا کردیم و رأس ساعت 3 بعد ظهر در میدان هلال احمر ما ایستاده بودیم. رأس ساعت 17:30 دقیقه صدای رگبار صدای کلاش به صورت مکرر شنیده میشد و تا اونجایی که تونستیم مردم رو از صحنه خارج کردیم، چون عبور مرور بود. صدای تیراندازی به مرور خیلی بیشتر میشد و ما فقط مردم رو میگفتیم که پراکنده شو، یا ماشینا رو میگفتیم که نرو میزنن، ولی بعضا متوجه نبودن یا گوش نمیدادن، سریع میومد از صحنه رد میشد. در همین حین ماشین خودروی تیبا از میدان شهدا داشت میومد به سمت اینجا که بچهای ما بهشون اشاره کردن که نگه دارید خیابون جلوی اختشاشگران و اراضی لوباش جاده رو مسدود کردن، دارن تیراندازی میکنن. میسم پیرفلک هستم، 35 سال سن دارم. ساعت اولوش 6:30 بود، از بازار میخواستم برم خونه. تو مسیر از میدون شهدا میخواستم برم به سمت هلال احمر، نزدیک به خونم بود. بین راه مامورا صدام زدن برگرد نرو، توجه نشدم. خانم هم گفت بگیم برگرد، برگشتم دور زدم. از اینجا اومدیم یه لحظه همه جا خلوت بود، فقط کلی مامور هلال احمر یه عالمه ریخته بود اینجا، من چیزی اینجا ندیدم یه لحظه. از اینجا رفتیم تا پیش آموزشگاه البرز و یه نفر داد زد برگردن. یه عالمم آدم سر این تقاطع ایستاده بودن، خیلی بود. اصلا من همینجوری فقط سایه سیاه می‌دیدم. یه نفر بلند داد زد برگردین برگردین، شوهرم یه لحظه ترمز کرد. بعد سر بچه‌ام که اونی که جلو بود کردم زیر داشبورد، اونی که پشت بود گفتم بچه سرتون رو بگیرین پایین. پشت بود کیان، پیان گفت بابا همین یه بار رو به پلیس اعتماد کن. شوهرم هم رامسید هم اینجا رو دور زد. 100 متر رفتم، تقاطع کلن 200 متره، 100 متری دور زدم. این بند خدایی که از ما اینجا بود و واحدی که از ما بودن اینجا گفت من ناخودآگاه دیدم که این ماشین رفت جلو. گفت من نگاش میکردم و پیگیریش میشدم یا چی میشه. گفت رفت جلو 100 متر، گفت به سمتش تیراندازی شد. گفت به سمتش که تیراندازی شد انگار مثلا ماشین هول بشه، به سمت جوب پیچید که ماشین دور بزن، بازم بسیاری بهش تیراندازیش. دیگه گاز گرفت اومد، نرسیده به اینجا تیربارون شروع شد. تیر زد اینا شدید، شوهرم همینجا می دور بر وایساد، شروع کرد داد زدن بلند، اینقدر داد با کشیشا بالا بود، اینقدر داد زد همه شنیدن، فکرم هر که انجا بود تا دم هلال احمر شنیدن. تیراندازی متوقف شد، پیاده شدم، دستم برمونم گفتم نزنین. بعد روم کردم به شوهرم، دیدم اصلا سفید انگار رنگش، صورتش گرفتم گفتم دردت بجونم قلبم، هیچی نشده، نترس، نمیدونستم تیر خوردیم ما، فکرم تیر زدن جای دیگه، فقط صداش رو شنیدیم شوهرم مثلا زده که مثلا داد زده که مثلا بگه ما رو نزنیم. دور میزنه صدای یک رگبار مکرر شنیده شد به سمت خودروی تیبا که با همون حالی که داشتن خودرو رو اینجا به مامورین رسوندن. سمتی که شما میرفتید درگیری بود،
نمیدونم فقط آدم یه عالمه. اگه من تو چند ثانیه طول کشید ما اومدیم بریم، اگه قبلش هم بود من دیدم سنگی تیری صدای تیر میشنیدید اینجا؟ قبل از اینکه برای به شما به ماش خودروی حامل شما تیراندازی بشه شما اینجا صدای تیر شنیدید؟ اگه صدای تیر بود من مستقیم میرفتم، من مستقیم هم خونمون نزدیک بود، هم بریم تو مدرسه هم خونمون نزدیک بود، اگه بود که مستقیمش میرفتیم. اصلا هیچ صدای تیری تو این یک دقیقه که تو اینجا بود؟ اولین باری که تیر انداختن هم بود. نه اونجا هم که توقف کردیم یه لحظه تیری یه تیری زدن که شوهرم دور زد، فکر عجلوه که بلند یه نفر گفت داد به پسرم، همون لحظه گفت همین یه بار با پلیس اعتماد کن، نمیدونم گفت خوبمونه میخواد خیرمون یه چیز اینجوری گفت، متوجه نشدم. این خودروی حامل کیان و خانوادهش بوده، همونجور که مشاهده میکنید دو گلوله به قسمتی که کیان اینجا نشسته بوده و سرش رو پایین برده خورده. کیان دقیقاً اینجا نشسته بوده و به گفته مادر سرش رو پایین برده، این دو گلوله به این قسمت خورده، دو گلوله به این جلوی ماشین که پدر کیان نشسته بوده خورده که به شکمشون و پاشون برخورد میکنه و چندین گلوله هم به جلوی خود رو خورده. جاهاش مشخصه که حالا یک دو سه و چهار تا گلوله رو میشه شما اگه حالا داخل اینجا رفته باشید گفت. دیدم که بنده خدا این ماشین حالت عقب جلو یا حالت به قول معروف ریب زدن این ماشین به قول معروف داره میاد به سمت ما، پناه آورد به ما، ما دویدیم سمتش و به قول معروف این زنه خانومه پیاده شد، یکم حالت شیون و زاری داشت، ما هم بچهش رو گرفتیم هم مرده رو در آوردیم هم زنه رو انتقال دادیم در هلال احمد. من نمیدونم کی بودن ولی خب مسلم این تنها کسایی که اینجا بودن خودشون بودن. میدونی چرا؟ چون همون لحظه که تیر زده 5 ثانیه طول نکشه خودشون هم در رو باز کردن، بچه‌م شوهرم در رو که باز کردن از اون ورم از نورا خودشون اومدن دست بچه کوچیکمو گرفتن. خواستم گفتم کجا می من خودم رانندگی بلدم میخوام ببرمشون بیمارستان، گفت نه خواهر تو رو هم میکشن. بچه کوچیکمو برداشتن و دویدن اونجا، من دویدم دنبال اون بچه کوچیکم که بردنش داخل هلال احمر، بعد همونجا تو حیاط نشستم هی داد زدم تو رو خدا بذار خودم ببرمش، گفت نه خودمون بردیمش. بچه‌ها داد زدن، دیوار رو زدن. یکی از بچه‌ها کیان آورد تو دستش داد زد که یا بچه را بگیر، بچه تیر خورده. من دویدم دیگه بچه را گرفتم ازش دویدم این بر خیابون یه خودروی شخصی باز تیراندازی ادامه داشت، اصلا قطع نمیشد. دیگه بچه دیدم همینطور خوریزی داشت، من جلوشو گرفتم ماشینه، خواهش کردم ازش بنده خدا هم کمک کرد سوار کرد بردم بیمارستان. من نمیخوام بگم که از قصد نزدن، میدونی چی میگم؟ فکر نکنید دارن تهدیدم کردن یا چیزی که، نه من واقعیت رو میگم. میگن الان اعتراف اجباری. نه ببین آقا شما در من کمال آرامش در کمال آرامش دارم میگم، هیچ کس تهدیدم نکرده، اینو دارم میگم. من شوهرم یه آدم خیلی ساده، یه کارگر خیلی ساده بود، یه آدم خیلی دلرم مهرب، اصلا هر کی دیده باشدش میگه اصلا نیازی نیست من تعریف بدم، فقط خودتون بریم بپرسین کی بود. شاید فکر کردن میخوایم رامسه دور زدیم میخوایم تیر میدازیم یا هرچی، من نمیدونم اینجوری فکر کردن، چون شیشه همون نیمه دودی هن شبم بود ندیدنمون زدن. ما داخل آوردیم، خود مادره هم داخل آوردیمش، مادره بند خدا خیلی اونجا استراحت گرفته بود، خیلی هم به قول معروف ترسیده بودن، ما گفتیم که به هر حال بیشتر نشه تلفات آوردیمشون اینجا چون هنوز تیراندازی بود تو سن. من اونایی که داخلم بودم ازم مراقبت کردن، به خدا اومد یکیشون زانو زد جلوم گفت خواهر به مرگ زن و بچه‌م که ما که داخل بودیم که نزدیم. هر کی زده آره، من نمیگم بسیج یا این وری زده یا اون وری زده، ولی این که نزدیکتر بود نجاتم داد. این اومد در ماشین باز کرد رسوندم بیمارستان، تمام تلاشش کرد تا در ماشین تو اون سختی تو اون شلوغی که خودش هم ممکن بود تیر بخوره نجاتم داد. اصلا براش فرق نمی کرد کیو میزنم، ما هم داد میزنیم نزنید مردم. من وقتی من زیاد دارم صحبت میکنم همه دارن از صحبت هم من سوء استفاده میکنن. دیدی تو پیجم چه چیزایی گذاشتن؟ من 4 روز اصلا گوشی دستم نیست، اصلا همون لحظه من بهشون گفتم حداقل گوشیمو تو ماشین بری زنگ بزنم بگم شوهرم بچه‌مو بردن. گوشی شما دست کیه؟ من الان
خاموش سیم کارتشو برداشتن. برادرم برداشته. بچم داره باش بازی میکنه. نه کی برادرم؟ دست برادرم. آره. خب احساساتی میشی، یه چیزی میگی، ناراحت میشی، مردان سوء استفاده میکنن. راستش شما توقیف نشد. نه هیچ اصلا. بر اساس روایت مادر کیان، آنها از میدان شهدا به سمت چهارراه هلال احمر حرکت می کنند و به خیابان حافظ جنوبی تغییر مسیر می دهند. با طی مسافت حدود 200 متر، زمانی که هنوز به دور برگردان نرسیدند، با مشاهده اغتشاشگران و شنیدن صدای گلوله از سمت روبرو دور می زنند و به صورت خلاف جهت بر می گردند و قبل از رسیدن به چهارراه هلال احمر، خودرویشان به رگبار بسته می شوند. اما روایت نیروهای حافظ امنیت چیز دیگری است. آنها میگویند شلیکی از سوی هیچ کدام از نیروهای حافظ امنیت صورت نگرفته، بلکه خودروی تیبا 200 متر جلوتر هنگام دور زدن توسط اغتشاشگران به رگبار بسته شده و سپس به نیروهای حافظ امنیت پناه آورده است. با توجه به عواملی همچون تاریکی هوا، گستردگی میدان درگیری، عدم احاطه افراد بر کل ماجرا و محیط اطراف، غافلگیری و ترس و استرس ناشی از صدای تیراندازی، ممکن است دریافت افراد از محیط و اتفاقات با هم متفاوت باشد. به همین دلیل نیاز است روایت‌های متناقض مطرح شده با سایر شواهد و مدارک مطابقت داده شود. در اولین اقدام باید دوربین مغازه‌های محدوده توقف خودروی خانواده پیرفلک بررسی شود. دوشنبه اینجا فیلم برداری می‌کرده این دوربین؟ نه. چرا؟ زده کجش کرده بودن. اینجا نبودن، نمی‌دونم. این دوربین‌ها شب چهارشنبه روش کاور بوده یا نبوده؟ آره. وگرنه می‌کردن می‌بردن اینا رو. سری قبل کندم بردم. دو تا دوربین هیچ تصویری نگرفت. اصلاً. دوربین شما کار میکنه؟ خانه قطعاً نه. هی. از دو سه روز قبل از این اتفاق. چرا؟ خب دیگه با توجه به اینکه شلوغ میشه اینجا دیگه دوربینا رو قطع کردیم. خودتون قطع کردی؟ بله بله. شلوغ میشه که بعد ضبط بکنید. دیگه متاسفانه به خاطر یه سری از مسائل نمیشه ما. چرا؟ چه مسائل؟ همین که مسائل امنیتی بیان بگن آقا دوربینتو بده ما ببریم تست بکنیم، ببریم چک بکنیم. این مغازه چیه؟ دوربین داره ولی خب قطعه، نگاه کنید. آره اینم سوکتاش کشیده شده، مشخصه که سیمش قطعه. یکی از بهترین دوربین هایی که می توانست برای کشف واقعیت به کار بیاید، همان دوربین نظارت شهری 360 درجه است که درست در وسط چهارراه هلال احمر وجود دارد. اما شب قبل از این ماجرا توسط اغتشاشگران از کار افتاده است. دوربین‌های نصب شده بر روی دیوارهای ساختمان هلال احمر وقایع آن شب را این چنین روایت می‌کنند. با توجه به نارامی‌ها و اقدامات مسلحانه 24 آبان در سطح شهر ایزه و از کار انداختن دوربین‌های نظارت شهری، نیروهای امنیتی و انتظامی مأموریت پیدا می‌کنند در نقاط مختلف شهر برای حفظ آرامش و جلوگیری از تکرار آشوب‌های شب گذشته مستقر شوند. همینطور که در تصاویر می‌بینید، نیروهای حافظ امنیت در چهارراه هلال احمر در این نقاط استقرار پیدا کردند. طبق ساعت مندرج در تصاویر دوربین‌های مداربسته، تا ساعت 17:53 عبور و مرور مردم و خودروها به صورت عادی در جریان است. از ساعت 17:53 به یک بار اتفاقی رخ می‌دهد. دوربین‌های مداربسته بی صدا هستند، ولی شواهد حاکی از این است که صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. نیروهای حافظ امنیت ضمن پرتاب دودزا برای مقابله به سمت محل شلیک گلوله‌ها حرکت می‌کنند. بر اثر شلیک‌های ممتد صورت گرفته، از خیابان حافظ جنوبی به سمت چهارراه هلال احمر، از بین تمام کشته شدگان و مجروحین این واقعه، در این دقایق چندین موضع، فرد و خودرو مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. ساعت 17:54:34، خودروی زانتیای سرمه‌ای، حامل خانواده آقای علی مولایی، وارد چهارراه هلال احمر می شود. اما اندکی بعد ناگهان کنترل خودرو را از دست می دهد و آرام آرام به سمت جلو حرکت کرده و به خودرویی که در کنار خیابان پارک شده برخورد می کند. آقای مولایی از ناحیه پشت سر هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت می رسد. زاویه شلیک گلوله ها نشانگر این است که گلوله ها از سمت خیابان حافظ جنوبی
یعنی دقیقاً همان جایی که اراذل مسلح از حدود یک دقیقه قبل اقدام به تیراندازی به سمت چهارراه هلال احمر کرده اند به این خودرو برخورد کرده است. آقای سید یوسف موسوی هم میگوید در همین محدوده زمانی در حوالی این مکان در خیابان حافظ جنوبی به او شلیک شده است. او ضاربان خود را دیده است. داشتم از بلوار مدرس میرفتم سمت حافظ جنوبی، سمت خونمون در است. او دست خیابون دو تا موتوری وایسادن، اسلحه را گرفتن سمتم، دو تا تیر کلانش شلیک کردن سمت پام. همین که افتادم یه تیر کل انداختن بهم که خورد اینجا، هنوز هم در نیومده. همزمان خانم محشید موسوی نیز در این مکان از ناحیه دست مجروح می شود. از سمت فلک لکلک ها داشتم می اومدم پایین که بیام برم تو عبدالمجید، دو تا موتوری بودن همونجا هی تیراندازی می کردن، مچ دستم تیر خورد، اینجاش زد بیرون. خانم محمدی دختر شهید اشرف نیکبخت شب واقعه را اینگونه روایت می کند. ما می خواستیم بیایم بریم به خیابون سلمان فارسی، عبدالمجید نرسیده، تو همین فکر مانه رو رد کردیم، هی گفتم برو دیگه رد کنیم از اینجا. یه دفعه یه صدای سوت اومد، گوشام کیپ شد، گیج شدم. یه دفعه همچون که نگاه کردم مامانم سرش کج شده، بکردم ترقه زدن تو ماشین، چون دیگه دودی انگار تو ماشین دیدم. مامانم چشاش نیمه باز، یه تیکه خونم از کنار دهنش اومده بود. در همین دقایق یکی از نیروهای حافظ امنیت به نام عادل هول و هوش این مکان بر اثر برخورد گلوله از ناحیه گردن مجروح می شود. ساعت 6 که هوا تاریک شد یک لحظه کلن این چهارا مسدود شد. هیچ ترددی ما دیگه نداشتیم، ما اون چهارا دیگه شروع شد تیراندازی ها. من دیگه به عینم می دیدم گلوله های که میان تق می خورم به زمین. ما دیگه رفتیم رو بالا، سلاح سازمانی ما یه ویلچستر بود، یه پینتبال که تحویل من یه پینتبال بود، پینتبال کشنده نیست. از پشت خیابون هلال احمر یه پیکان سفید رنگی داشت اومد، یه سری جوونه داخل شد، گفت که تا آقا نه اینجا برگرد مراقب. از اون بین جمعیتی یه لیزر هنگ می اومد، تو همین هنگ که من اومدم که بیام دوباره خودمو قایم بکنم مواد جودو بمخورم، یک لحظه حس کردم اون لیزر اومد رو بدنم، دیگه هیچی نفهمیدم. از این لحظه تا زمان ورود خودروی حامل خانواده پیرفلک اتفاقاتی در جریان است. در ساعت 17:55 دقیقه نیروهای حافظ امنیت در تکاپو هستند برای حفظ جان مردم از ورود خودروها به خیابان حافظ جنوبی ممانعت کنند. برخی خودروها به اخطارها توجه می کنند و برخی به مسیر خود ادامه می دهند. تصاویر دوربین‌های مدار بسته نشان می دهند در ساعت 17:56 دقیقه یک خودروی 405 هم در خیابان حافظ جنوبی دور می‌زند و به صورت خلاف جهت به سمت چهارراه هلال احمر باز می‌گردد، اما بدون آنکه به او شلیکی صورت بگیرد پس از ورود به چهارراه به سمت بلوار مدرس حرکت می‌کند. در همان روزهای اول پس از حادثه فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که تلاش کردیم اصالت آن را با دوربین‌های مداربسته‌ای که به دستمان رسیده مورد ارزیابی قرار دهیم. حالا می‌شود به خوبی فضای ملتهب چهارراه را درک کرده و صدای شلیک گلوله‌ها را هم شنید. برگرد! آقا پاجان! دار بزن! برگرد! پس از مجروحیت عادل
چرا در مسیر برگشت افزایش سرعت نداشته و سرعت آن کاهش هم یافته است. متاسفانه محل و نحوه توقف این خودرو قبل از چهارراه در نقطه کور دوربین‌های مداربسته ساختمان هلال احمر قرار دارد و قابل مشاهده نیست. همزمان با این اتفاقات، یک صفحه در فضای مجازی که میداندار این فراخوان خونین در شهر ایزه بوده است، استوری‌هایی در حمایت از آشوبگران مسلح منتشر می‌کند. اما دقایقی بعد با اطلاع از کشته و مجروح شدن چندین نفر از مردم عادی، استوری ها را پاک کرده و تغییر موضع می دهد. اما این صفحه برای چه کسانی سوت و هورا می کشد؟ تا دقایقی بعد با استفاده از تصاویر دوربین دیگری به این سوال نیز پاسخ داده خواهد شد. تا به اینجا روایت خانواده کیان، نیروهای حافظ امنیت و دوربین های مداربسته را شنیده اید. اما در این میان هنوز ابهامات و سوالاتی در خصوص علت توقف خودروی پدر کیان قبل از چهارراه هلال احمر مطرح است. در صورتی که پدر کیان در زمان دور زدن خودرو تیر نخورده باشد و کاملا سالم و هوشیار به سمت چهارراه هلال احمر حرکت کرده باشد، طبیعتاً با توجه به این که در ناخودآگاه خود از منطقه ناامن به سمت منطقه امن در حال حرکت بوده، میبایست با تمام توان و با افزایش سرعت از صحنه خارج میشد. حتی اگر گلوله‌ای هم به سمت خودرو شلیک شده بود، نمیتوانست عامل توقف خودرویی باشد که در حال حرکت است و این خودرو میبایست با سرعت اولیه‌ای که داشته، حتی با سرعت کم به مسیر خود ادامه میداد و از چهارراه هم عبور میکرد. انتقال پدر کیان به بیمارستان با خودروی خودش نیز نشانگر آن است که گلوله‌ای به لاستیک‌ها و موتور خودرو برخورد نکرده و این خودرو همچنان قابلیت حرکت داشته است. پس با این شرایط علت توقف خودرو و عدم عبور از چهارراه چیست؟ آیا پدر کیان هنگام دور زدن مجروح شده و توانایی ادامه دادن به مسیر را نداشته و با رسیدن به اولین افراد قبل از چهارراه هلال احمر توقف کرده است؟ کارشناس رسمی قوه قضاییه صحنه را اینچنین گزارش کرده است: آثار و ضایعات ایجاد شده بر روی خودروی مذکور نظیر آثار و ضایعاتی است که معمولاً در اثر اصابت گلوله سلاح جنگی کالیبر 7 الی 8 میلی‌متر یعنی کلاشینکوف از فاصله شلیک 12 الی 18 متر ایجاد شده است، در حالی که نهایت فاصله نیروهای حافظ امنیت مورد ادعای مادر کیان تا خودروی آنها کمتر از 4 متر است. در حدود ساعت 18:16 دقیقه یکی از نیروهای حافظ امنیت کیان را در آغوش گرفته و توسط یک خودروی پارس عبوری او را به بیمارستان منتقل می‌کند. در این لحظات خودروی پارس حامل کیان به بیمارستان می‌رسد. خودروی تیبا 2 متعلق به خانواده شهید اشرف نیکبخت نیز در تصویر مشاهده می‌شود. نیروی حافظ امنیت کیان را به داخل بیمارستان منتقل می‌کند. دقایقی بعد یکی دیگر از حافظان امنیت پدر کیان را با خودروی خودش به بیمارستان می‌رساند. اما دوربین‌های مداربسته بیمارستان نکات تأمل برانگیز دیگری را هم روایت می‌کنند. سر این دوتا همراه با جا داشتم اونها رو زدم، هم با چاقو زدم دستم.
اثراتی صورت گرفته، چندین نفر از عوامل پشتیبان وقایع خونی نیزه دستگیر می‌شوند. بر اساس گفته این افراد، سازماندهی و هدایت شبکه‌ای از اراذل به سرکردگی فردی به نام حسین چراغ سحر که سالهاست در لندن زندگی می‌کند انجام شده است. حسین چراغ سحر بچه ایزه ولی اصفهان زندگی می‌کرد، ولی الان لندنه. هر روز استوری می‌ذاره 3 روز مهلت داریم شهر بگیریم. خلافکارای ایزه الان نسبت بی‌غیرت، اهواز، باغ ملک، رامان موز، ملک سلیمان و کجاییم؟ خلافکارا پول حواله میده برای 100 میلیون 200 میلیون ساپوردش میکرد. اینا میخواستن تیراندازی بکنن، یه فیلمی بگیرن، چون حسین چراغسر اینه لندر استوری میذاش هر کی با اسلحه فیلم بگیره بفرسته برام تا تروریستی حساب کنم براش، سیاسی پرونده سیاسی درست بکنم براش، اونجا که بیارمش. حسین هم همین کارم میکرد. حسین مجا جا کور کن. حسین چراغ سحر به عنوان فردی سلطنت طلب با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور نیز در ارتباط است و با وعده پول و پناهندگی چندین نفر از اراذل ایزه را به صورت موازی سازماندهی کرده است. یکی از چند سرشاخه شبکه اراذل اوباش بر عهده حسین سعیدی قرار می گیرد که از کودکی دوست حسین چراغ سحر بوده است. مجاهد زنگ بهم زده بود که وسیله رو می خواست، اما سلاح کلاش و منم بردم اول ایزه، اونم اومدم اونجا تحویلش دادم رفت. مجاهد پیام داد میخوام بیام سمتت. البته قبلش من یه پیام بهش داده بودم کجنی. تا اومد دارو باز کردم دیدم 4 نفر اومدن، نمیدونستم از قبل. 4 نفر، یکیش یکیش مجاهد کورکور، یه نفر دیگه که بعدن توسط مجاهد به من معرفی شد حسین سعیدی، او آقای راننده رو هم که من برای اولین بار بود دیدم. بعد کاپشن‌هاشون که در آوردن فهمیدم که مسلحن. 2 تا سلاح کلاش، یکی از تفنگ‌ها روش لیزر بسته بود. روز اول تیراندازی می‌کردن، روز دوم مامورا همه سر چهارراه لاله احمد بودن. مردم تو هاپو جنوبی جمع شدن. 2 تا موتوری مسلح، یکیش صورت باز مجا کورکول، یکیش حسین سعیدی شگون حشره قد کوتا. و اما دوربین به آشوب‌های 24 آبان چهارراه هلال احمر برمی‌گردیم
این فرد همان مجاهد کورکور است که این چنین میدانداری می کند. افراد دیگر پس از تبادل آتش صورت گرفته، نهایتاً حسین سعیدی و محمود احمدی کشته می شوند. مجاهد کورکور و سبزوار سیدالی هم خود را تسلیم می کنند. آقای برادر، آقای برادر، بعد از این حادثه صفحه فضای مجازی که قبلا آن را معرفی کرده بودیم همچنان در حال تبلیغات برای این افراد است. در زمانی اندک شبکه ایران اینترنشنال با تولید یک گزارش تلاش می‌کند این افراد را حتی با نمایش تصویر اسلحه‌هایشان تطهیر نماید. 4 نفر در مقابل 10 نفر. تبادل آتش بین نیروهای سپاه پاسداران و گروهی که خود را مبارزان ایزه می‌خوانند. 4 سال ایزه افتضاح شد. افتضاح که مال همه مثلا خون ریختنی همه بیش از 200-300 تا زخمی و 50 تا هم کشته داده توی این درگیره محلی درگیره من سر یه اسمیه مثلا میگه من اسمم بالاتر از اینه مثلا سر یه چیزای بی خود مثلا معروفیت یا چی ما مثلا 5-6 تا هم میشدیم مثلا با چاقوم حمله کنم تو محله اونا بگه محله ما بالاتره برای درگیر برای اسم و این چیزا یا بی پولی و چی دست دادم به خلاف هم مواد تریاهی بعد دیدن تگرک فاهمه از به مواد سفید دواجی یه مدت خلاف کردم گرفتنم رفتم زندان بعد طریق شد اومدیم بیرون باسنل از روزی که اومدم بیرون شبایش خواب نداشتم مثلا فکر داغون رو میکردم میدونم بگم چه کار کردم یا مثلا همش تو مجازی که بودم بدتر شدم نمیگم به خاطر مثلا آشوب و الان یا مثلا
کلا تو دو ماه تو آشوب. فردا که شد زنگ زدم بهم، گفت کجایی؟ گفت حسین سیدی. گفت کجایی؟ گفتم اشکفت. اومد بالا، حتی پیاده نمونه، اومد با ماشین، اومد از یه بغل کوه اونجا یه سمتی داره که معلوم نیست، اومد بالا نشستیم اونجا 10 دقیقه 20 دقیقه صحبت میکرد. چی؟ گفت فراخان امروزم. گفتم خب بریم. هیچی نبود، زنگ زد ماشین اومد از واتا به من زنگ زد. سمن سیاه بود. بعد از سمن سیاه اومد نشستیم با سمن، رفتیم به سمت پایین. نرسیده به همونجا دیدم شلوغه، جادن بستن، مردم این یاره دارن آتیش میزنن. چی؟ ما از یار پیاده شدم، هم از یار پیاده شد. چند هم تیر هوایی شلیک کردم که مثلا رو به وحشت چیزی که حقیقت بهت میگم رو به وحشت بندادم. مثلا چی؟ وار رسید وار وار شلیک کردم. اینا تیراندازی میگن میرفتن هی میامدن که شلوغ بشه و هم میامدن تو جمعیت تیراندازی میکنن مامورا. حسین هم برداشت میزد، مردم هم زن بچه که زیاد بودی ترسیدن. باز صداش کردن بیا بریم، باز نه، رفت اوار بلوار که ما از یار دویدیم. خیلی جمعیت اوار بود، نشستیم پشت موتورا. یکی موتورا قرمز بود، حسین سیدی لیزه گذاشت روش، نمیدون موتورش چه رنگ بود، یا آبی یا قرمز، ولی مجا پشت سرش بود. دیگه صداش کردم بیا، نمی اومد. رفت باز زد، چند تا بازم تری زد، دیگه فکرم دسته خشابی باید داشت، فکرم زدشون. حسین چراغ سر با در تماس بود، میگفتیم بریم بیمارستان، هر کسی که اونجا بسیجی یا مهموشی بذارینش. 3-4 روز قبل از اینکه این اتفاق بیافته یه مرحله اومدن و یه مرحله هم که اتفاق افتاد با محمود هم اومدن و یک دو کلانش دستشون بود، دو تا کلت و یه مقدار هم مسل مهمات باشون بود، یه جعبه و یه مقدار هم که توی چیز بودن، خشاب بودن. محمود هم شناختی اصلا نداشتم. من اعواز که داشتم برمیگشتم، حسین از واتساپ زنگ زد کجایی؟ گفتم دارم میام سمت ایزه. گفت نه ایزه، باش بارون گرد. اون موقع که اومدم باش، محمود باش بودم، گفت که داخل تیراندازی کردم. از خودش تو بعد گفتم بعدم گفت چند جا هم قبلا شلیک کردم، ولی خدا میدونه کجا. نگفت، فقط گفت چند جا هم شلیک کردم و قبل حاف شمالی یا مثلا سمت شهر علیپور یا چند جا گفت صحبت کرد. خواب بودم دیگه، ساعت نمیدونم چند بود دیگه، صبح بود. یه لحظه دیدم ساعت تیر اومد. تا بلند دیدم محمود تیراندازی کرد. حسین هم خواب. محمود و حسین داشتن تیراندازی میکرد. اول محمود بلند شد تیراندازی کرد. وقتی محمود بلند شد، یعنی از خوابی دار شد تیراندازی کرد. خودم هم سید علی چند تا خشاب پر کردیم براشون، ولی میدونستم که رای نداریم. گفتم سید علی تاول برو خودت تعیل بده. بشم گفتم، گفتم با ولکت رای نداری؟ نه، دو تا قد گردنش بود، نمیتونست تسلیم کنه خودم. گفت خب میمیرم، خب بیدم جا بیدم. معمولا چند بارم با بلنگو در اومدن، گفتن آقا خودتون تسلیم کنین. او خود میگم خود دو تا قد گردنش بود، چه بی اینجا بمر چه ببرن اعدامش میکردن. ولی من بهش گفتم، گفتم شاید مثلا خدا رای بده، شاید مثلا شاکر رضایت بده، شاید مثلا چون بگم چه بوده، چون 2-3 سال هم فراری بود سر موقع قتل.
دست متری بلند کردم گفتم تسلیم. کلاس اولی لیزر روشه دست حسین بود، دست من بود. شب اول که اومدم خودم تنها بودم، سینه خشاب نداشتم، چهار تا زدم رفتم. شب دوم که اومدیم سینه خشاب و تن حسین. در یک مرور سریع تمام یافته ها درباره واقعه خونین ایزه را کنار هم می‌گذاریم. اولین روایت جدی از آن شب مربوط به صحبت‌های مادر داغدار کیان در مراسم تشییع فرزندش بود. اما این روایت نسبت به کل ماجرا جامعیت نداشت و در آن خبری از سایر وقایع نبود. می‌توان این روایت را صرفاً برداشت مادر کیان از حوادث پیرامون آنها در تاریکی شب به حساب آورد، در حالی که شیشه های ماشین بسته بوده و از سایر ماجراها اطلاع کافی نداشته است. از تیراندازی های خیابان حافظ جنوبی، از مجروحیت عادل و مهشید و یوسف و از شهادت شهیدان مولایی و نیکبخت. مادر کیان در مراسم تشییع فرزندش در روایتی مدعی می شود که به رگبار بسته شدن خودرو را دیده و مطمئن است یک نیروی حافظ امنیت به سمت آنها شلیک کرده است. اما در روایت دوم مشخص می شود که او حتی از فاصله نزدیک هم شاهد شلیک گلوله نبوده و آتش دهانه اسلحه را ندیده و حتی متوجه نشده که به خودروی آنها شلیک صورت گرفته است. نمیدونستم تیر خوردیم ما، فکرم تیر زدن جای دیگه، فقط صداشو شنیدیم، شوهرم مثلا زده که مثلا داد زده که مثلا بگه ما رو نزنیم. همچنین پدر کیان نیز در روزهای اولیه پس از حادثه ادعایی مبنی بر شلیک توسط نیروهای حافظ امنیت نداشته است. هر کی زده؟ آره، من نمیگم بسیج، یا این وری زده یا اون وری زده، ولی اینکه نزدیکتر بود نجاتم شد. این اومد در ماشین باز کرد، رسوندم بیمارستان. تمام تلاشش کرد تا در ماشین تو اون سختی، تو اون شلوغی که خودش هم ممکن بود تیر بخوره، نجاتم شد. از طرف دیگر مطابق شهادت حضار در صحنه، شواهد و مدارک، فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و اقرار عرازل، آنچه قطعی و مسلم است این است که از سمت خیابان حافظ جنوبی به سمت چهارراه هلال احمر شلیک صورت می‌گرفته است. تصاویر منتشر شده از لحظات تیراندازی حسین سعیدی و مجاهد کورکور در خیابان حافظ جنوبی نیز به خوبی لیزر نصب شده بر روی اسلحه کلاشینکوف حسین سعیدی را نشان می‌دهد. لیزری که این امکان را به او می‌داده تا از راه دور بتواند سوژه انتخابی خود را مورد هدف قرار دهد. مادر کیان در روایت دوم خود شلیک گلوله از سمت خیابان حافظ جنوبی را هم تایید می‌کند. اولین باری که تیر انداختن همون، نه اونجا هم که توقف کردیم یه لحظه تیری زدن که شوهرم دور زد، فکر از جلوه گلوله هایی که سپر جلوی خودروی آنها را نشانه رفته است و باعث شده تا پدر کیان دور بزند و مادر کیان نیز از ترس جان فرزندانش آنها را به زیر داشبورد ماشین و پشت صندلی راننده هدایت کند. شواهد از این حکایت دارد که همان اختشاشگر مسلحی که به سپر جلوی خودروی حامل کیان تیراندازی کرده در ادامه نیز بدنه خودرو را مورد هدف قرار داده است. تصاویر خودرو نشانگر آن است که همه تیرها تقریبا در یک ارتفاع از سطح زمین به بدنه خودرو اصابت کردند. ای پیجاق پیجای دیگه دنبال نکنه آدم، همینا باعث شده که ما بیار را بریم. مثلا هندونه به قول خودمون گذاشت زیر بغلمون. آقای سید علی هست نه دو روز بعدش که رفتم تو خونه شایی گفت چته بشتره تو گوشی بازی، به خاطر که مثلا سر بازی میکردم تو گوشی. گفت مثلا خودم من نمیدونم چه کار کردم، فکر جانشی نمیکردم. باید از این افراد پرسید آیا زمانی که این طور بی‌محابا آتش به سمت چهارراه هلال احمر می‌گشودند فکر نمی‌کردند که ممکن است این گلوله‌ها به شهروندان عادی یا افرادی از قوم و خویش خودشان اصابت کند؟
اکاش عرازل مسلح ایزه به فردای فراخان هم فکر میکردند، به فردایی که در آن کیان در آغوش مادرش نیست و تازه عروس علی مولایی به جای مجلس عروسی به عزای همسرش نشسته و دختر شهید اشرف نیکبخت که مدام لحظه های خونین شهادت مادرش را در ذهن خود مرور میکند. برای پدر داغدار کیان بیفلک و همه مجروحین این حادثه دلخراش آرزوی سلامتی.